بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. الله صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، امشب یک گفتار خاصی از نهج البلاغه داریم. البته عرض کردم نهج البلاغه سر تا سر دریای نوره، بالاخره نوره. بله، حالا انشالله از انوار امیر المومنین و امام العالمین استفاده کنیم. بله، توضیحاتی هست که انشالله جوانان عزیزم با فضیلتی که شبا اینجا میان، من خیلی خوشحالم که شماها هستین. من بی تعارف بگم، مجلسی که به تعبیر من، یه تعبیر دارم که بالاخره بعضی هم میان و اوضاع دیگری هست، از اون مجالس من اصلا خرسند نیستم، نمیرم. اما خب مجلس فضیلت، مجلس علم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 291 که کان لی فی ما مضا اخون فی الله. امام امیر المومنین علیه السلام می فرماید من در گذشته یه برادر خدایی داشتم، یعنی برادری که به خاطر خدا با هم دوست شده بودیم، برادر دینی، اخون فی الله. خدمت شما عرض شود که اگر دوستی بر مبنای خدا باشد، بر مبنای معنویت باشد، این تا حتی آخرت ادامه پیدا میکنه. در قرآن خوندید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان روز قیامت همه با هم دشمنن غیر از متقین. اینا که برای درهم و دینار اینجا دوست شده بودن، اونجا میخوان همدیگر رو بزنن، اصلا هیچ دشمن میشن. قرآن میگه دیگه بعضهم لبعض عدو. اما متقین همونجا هم باز میرسن، خوشبش میکنن، اظهار اشتیاق میکنن، همونجا هم رفاقت ادامه داره. اما اگه برای دنیا باشه، نه، همجا تمام میشه. خب حالا این کی بوده؟ شارحان نهج البلاغه تقریبا همه رو من دیدم، در یعنی در تعیین این شخص سرگردانن، میگن معلوم نشد این کی بوده. چون چیزایی که اینجا میگه، بعضی گفتن ابوذر بوده، بر ابوذر تطبیق نشد، بر سلمان علیه السلام، بر ابوذر علیه السلام، بر اینا تطبیق نشد، به پیغمبر اکرم که بر پیغمبر اکرم هرگز تطبیق نمیشه، بر پیغمبر اکرم هم تطبیق نشد. خلاصه هیچ نفهمیدن، گفتن نخواست آقا نخواسته بگه، ما میگه نفهمیدیم. اما عمده این صفات این شخص است که ببین خیلی حرفه، امیرالمومنین به کسی نمره بده، بعدم به بقیه هم بگه مثل این باشید، تو رو خدا خیلی مهمه. میگن یک وقتی یه وقت شنیدم که میگن از عاشق عبدالکریم آیت الله العظما، عاشق عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمیه است، در مورد ایشون میگن که یک کسی به آمیزه جواد آقای ملکی تبریزی گفت عاشق عبدالکریم چگونه است؟ گفت آدم خوبی است، همین دیگه. بزرگان زیاد صحبت نمی کنند. میگن به گوش عاشق عبدالکریم که رسید گریه کرد، گفت آمیزه جواد آقا تبریزی گفته من خوبم، تو رو خدا ببینید. و امام عالمیان بیاد به کسی نمره بده و به بقیه هم بگه آقا مثل این باشید. حالا صفات این آدم رو گوش بدید. کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. میگه در چشم من بزرگ میکرد او را، کوچک بودن دنیا در چشم او. چون دنیا در چشم او کوچک بود، به این خاطر این آقا در چشم من بزرگ بود.
دنیا را چیزی نمیدونست. بله. و کان خارجن من سلطان بطنه، این آدم از سلطان و از سلطه بطنش خارج بود. چطور؟ میفرماید که فلا یشتهی مالا یجد، چیزی را که پیدا نمی کرد حتی اشتهای اون را هم نداشت. آقا نیست دیگه، حالا همین نون کشک خودمون میخوریم. نه، کاش الان یه بره پلوی باشه. یکی از چیزایی که من خیلی عصبم خورد میشه کلمه بره پلوه. یعنی چی؟ بره آدم میگیری میکشه برای خودش. آخه قساوت قلب چقدر آخه؟ خدا نخواسته بنبست درست کنه برای بندگان. بالاخره حلال، اما دیگه هر حلالی که آدم انجام نمیده که پسر جان. خدا نخواسته بنبست درست کنه. یه وقتی لازم شد یه بره هم بکشن. خب بکشن، اب نده. خیلی خوب. فلا یشتهی مالا یجد، حالا که پیدا شد چی؟ ولا یکسر و ازا وجد، وقتی هم پیدا کرد دیگه زیاد نمیخورد. ازا بلغت الحلقوم، یک کسی میگو اینقدر بخورین که اگه گفتن نهار چی داشتیم با دو انگشت درار بگو از اینا داشتیم. وقت چقدر آخه پرخوری خیلی بد. آقا بخورم بنده لازم ایب نداره، اما دیگه اینقدر بخور که برو دیگه بیفت. و به هر حال این اندازه داره. خب و کان اکثر دهرهی سامتا، بیشتر عمرش هم ساکت بود. ها یعنی چی؟ حالا میگیم انشاءالله. میفرماید که فی الحدیث این شارح آورده، از صمت خیر کله، سکوت همش خیر است و قلیل فاعله، کنندش هم کمه. بله آدم حرف میزنه، نه اینکه مثلا برسیم خونه مثل مجسمه بنشینیم که بله فلان کس گفت که مثلا دوست امیرالمومنین ساکت بود. نه، رسیدی حرف بزن به اندازش. بله دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجا که لازمه حرف بزن، لازم نیست نزن. اصلا آدم عقلش زیاد میشه، حرف هم چه بزنه یه چیزی درست حسابه بگه. فایزا قال بزل قائلین، بز بزال، بزال اختود دال، وقتی حرف زد یه چیزی میگفت که بر اون هزار غلبه پیدا میکرد. یعنی همه میدن حرف این خیلی زیباست، بقیه حرفا اضافیه. خب چجوری؟ چگونه؟ بزل قائلین، نه که فقط حرف بالاتری بزنه و همه ساکت بشن وح وح بگن، نه، مشکلات حل میشد. یه چیزی میگفت که مشکلات حل میشد. چطور؟ فَإِذَا قَالَ بَزَّ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، این تشنگی مردم را که سؤال علمی دارن در اونجا، این تشنگی رو جواب میداد، آتش اینها را خاموش میکرد، جواب میداد. خب فَكَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا، اینجا عبارت عرض شود خدمتتون که یه قدری دقت میخواد. آقا می‌فرمایند این برادر من ضعیف بود و مستضعف بود. مستضعف یعنی چی؟ یه دقت بفرمید. عرض می‌شود خدمتتون که من یادم میاد اول انقلاب که امام رضوان الله علیه تشریف آورده بودن، یک آدم خیلی پر ادعا که تحصیلات عالیه هم داشت، برگشت و تلویزیون گفتش که چرا مردم ایران رو کوچک میکنیم، میگین مستضعف. من ایرانی ها خیلی هم قوی هم. معلوم شد طفلک معنی مستضعف رو نمیدونه. ببین عزیز من، مستضعف دوتا معنا داره. میگه استضعفناهو،
ما او را ضعیف شمردیم، ضعیف شمردن، نه ضعیف، نه ضعیف شمردن، مستضعف ضعیف شمرده شده. یه معناش هم ضعیف خسته شده. ببین استضعاف دو تا معنا، یکی ضعیف شمردن، یکی ضعیف خواستن. دلت میخواد فلان کس ضعیف بمونه. الان ملت های مسلمان مستضعفن، یعنی اون مخالفین دلش میخواد نه ضعیف بمونن و ناراحتشون هم همین اصلا. پس مستضعف میفرماد، شارح میگه یستضعف الناس، مردم او را ضعیف میشوردن. حالا یه سوال دیگه مونده، چرا آقا به این شخص میگه ضعیف؟ از جمله های بعدی پیداست که این ضعیف به معنای ناتوان و اینا نیست، زردوزار و ناتوان. شاید جسش کوچک بوده، مثلا لاغر بوده، یه جسه جمع جوری داشته، چون صفت های بعدی که براش میشماره اینو نشون میده. فکان ضعیفن، یه آدم مثلا شاید ریزنقشی بوده یا لاغر بوده، هر کس میدیده مثلا میگفته این به چه درد میخوره، برای همین مستضعف یعنی ضعیف میشه مردنش. فاذا جاء الجد الامر العظیم الذي لا هزل فيه، وقتی یک کار جدی پیش میمد، جدی چه لازمه یک قدرتی باشه، فعالیتی بشه، آقا این چه میشد؟ فلیس عاد و سلوات، الله اکبر، چه تشبیهات زیبایی. عاد اینجا یعنی دونده، شیر وقتی دنبال اون شکار میره عدو میکنه، یعنی دوندگی میکنه میره. بعض نسخه ها در جوانی دیدم که این رو با غین ضبط کردن، فلیس و غاد. پس چی میشه؟ دوتا معنا میشه. اگر با عین بگیریم که بیشتر نسخه ها هست، یعنی شیری که میدوه، یعنی دیگر وای نیستده و فکر کنه یه کار جدی آمد را میفتد این آدم، مثل شیر که به طرف شکار خودش میدوه. اما با غین اگه بخونیم چی میشه؟ یعنی خیلی لطیفه، غاد از غدوه، یعنی شیری که صبح تازه بیدار شده از خواب. یکی از اوقات بسیار پرخطر شیر وقتی است که صبح از خواب بیدار شده باشه. من به چشم از نزدیک دیدم، در یه مکانی بودیم، دیدم یه چند تا شیر، آقا اینا بیدار شدن، باورتون نمیاد، یه نعره میکشیدن که آقا آدم میگه خدای از این نعره از کجا میاد آخه، از میان این گوشت پوست نعره، چون اون موقع گرسنه‌شه عصبانی میشه. لیس غاد یعنی شیری که صبح پا شده و هنوز چیزی هم نخورده، خیلی عصبانی میشه و خطرناکه. حالا بیشتر نسخه همون عاده. خب و سل و واد، سل به معنای بساط، به معنای ماره. خب پس این آدم کار جدی که میمد مثل شیر دونده گاهی نمیستاده که میدوید به طرف هدف، و سل و واد و مثل مار وادی میشد. چرا میگید مار وادی؟ برای اینکه مارهای فلات و کویر میگن خطرناکترن، سمشون خطرناکتره. مارهایی که در منطقه ارزم خدمتتون که آبدار هستند و خوش آب و هوا، حالا اونم مارن، هم نه اینکه بگیم اونا مثلا کاری ندارن با آدم، ولی نه، مار خشکی، مار کویر خطرناکتر و مثل که جسورترم میشه، حتی شاید یک آد دنبال کن آدم یه وقت، خطرناکه. خلاصه این شخص وقتی یک کار جدی میمد، با اینکه مردم او را ضعیف میشمردن، اما مثل شیر و مثل مار کویر میدوید برای انجام دادن این کار. خب ولا یدلی به حجه، ای لا یرسل حجته ولا یحتج علی احد فی خصومته. حالا با یه نفر یک اختلاف داره، هیچ وقت نمیمد بیاد بشینه به امن، به زید، به من، به شما،
بگه آقا ایشون اینجوری کردن تو ولی حق با منه، به این دلیل به این دلیل. آقا چرا به این میگی؟ این چه کار است الان؟ من چه کارم؟ ها؟ یه مسئله به دوستان خیلی گفتم، یکی به یکی گفتش که آقا اونجا رو میبینی؟ گفت بله. گفت اونجا عروسیه. گفت به من چه؟ آقا گفت تو هم دعوتی. گفت به تو چه؟ یه وقتا یه چیزی به هیچ کس مربوط نمیشه. حالا بشین یه ساعت وقت منو بگیر، وقت آقا رو بگیر، وقت این خواهر رو بگیر که چی بشه. میگه که والا یدلی به حجه، این حجتش رو مطرح نمی کرد هیچ وقت. چرا؟ حتی یعطی قاضیان، حتی تا وقتی که پیش قاضی بره. قاضی این کاره است، آقا جون حرف داری برو اونجا. یه وقتای آقا ما در خصومت ها در اختلافات حرفای خیلی خارج از موضوع میزنیم. بنده در جوانی یه ده بردم من یه زن شوهری را که خواستم متارکه کنن آشتی بدم. خب آقا ببینید چقدر خوبه میگن. آخه ببین من چی بگم به شما، اصلاح ذات البین خیلی خوبه، از بزرگترین ثواب هاست، اما به شرط اینکه اونا هم یه چیز متوجه بشن. آقا این خانم این آقا میخوان از یکی یکی یک صحبت کنن، تکلیف من چیه الان اینجا؟ آج آقا ببخشید ما منگول میشستیم، خدا رحمت کنی رفتگان تو، من یه خاله‌ای داشتم اومد آش پخت. بابا حرف تو بزن، خدا خالت و رحمت باور کنید، خدا شاهد، خدا شاهد است که میگم یه وقت یه کسی از من یه استخاره میخواست، نیم ساعت میگم خدا رو شاهد میگیرم قریب نیم ساعت حرف زد. یه جوانیه بابای من که هیچ کس آدم حساب نمیکرد روی حساب میکرد. چی خب بالاخره من چیکار کنم؟ یه استخاره براش بکنید. خب از اول بگو دیگه. خلاصه حرفای حاشیه‌ای خیلی میزنن، برای همینم موفق نمیشن. بنده دیدم آقا بالاخره اون طرفی که میخواد بره اونجا اصلاح ذات البین کنه بیچاره دیگه اونجا کاملا آب بدنش گرفته میشه، قواش گرفته میشه، میخواد بمیره. حالا آقا میخواد مطرح کنه، بابا هیچی نگه. اصلا آدم بعد بره در مورد شرف بزنه. بل خب میفرماد لا یدلی به حجت ای لا یرسل حجته ولا یحتج علی احد حتی یأتی قاضیا. قاضی بله، آقای قاضی این کار است، بلده چیکار کنه و شاید هم بتونه مجلس رو اداره کنه، کنترل کنه، شما حرفاتونو بزنید. خیلی خوب، اینا صفات این آدم بوده. گوش بدید، خیلی عجیب است. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. الله اکبر، ای خدا چی میشه ما عمل کنیم به این چیزا؟ میفرماد کسی را ملامت نمی کرد سر یه چیزی که در اون چیز ممکنه عذری پیدا شود. مثلا چی؟ آقا دید یه نفر تو ماه رمضان آب خورد، حالا بیاد بگه وای وای ما فکر کردیم که این چیه و دیده میدم روزخار از آب در. بابا در مثل این کار عذر پیدا میشه، در مانند این کار ممکنه مریض بوده، ممکنه مسافر بوده، اصلا فراموش کرده بود. پس چی میشد؟ حالا گوش بدید، پس دیگر هیچ نمیگفت حتی یسمع اعتذاره، تا عذر این آدم را از خودش بشنوه. یواشکی ما ببخشید، من به عنوان برادر دینی شما دیروز عصری بود آب میل فرمودید، من ای داد وای بر من، به خدا یادم رفت. یا بگه نه آقا من آخه به شما نگفتم، من کلیم ناراحته، من مریضم، پزشکم گفته روزه نگیره. بله، اما حالا ما دو سه روز با این آدم بودیم، دو سه روز این آدم نماز نخوند، در مانند این کار عذری تصور نمیشه. اگه یه نوبت بود میگفتیم خب یادش رفت، اما دیگه در خدمتشون بودیم، مغربش نخوند، صبحم نخوند، ظهرم نخوند، بازم مغربش هم نخوند، دیگه اینجا عذری نداریم. نه، اینجا باید بریم بهش بگیم که چرا نمازو گذاشتی کنار. یه چیزی که ببینید، یه چیزی از کسی اگر میدید که در اون چیز
عذری تصور میشد مانند همون آب خوردن که براتون مثال زدم. خیلی خوب. و کان لا ولا یشکو وجعا الا عند برئه، عرض شود که از دردیم پیش کسی شکایت نمی کرد، عرض شود مگر وقتی که خوب می شد به عنوان تذکر نعمت. دیگه نمیاد میگه آخ آخ من دیشب از درد نتونستم بخوابم، آی وای نمیدونی چشمت بد نبینه. اما وقتی خوب شد میگه الحمدلله ناراحتی من داشتم به لطف پروردگار خوب شد. خب حالا منم شبه از اینجا که میگم پنچرم، پنچر معنوی هم من، ولی ظاهر درد عیبی ندارم، پنچر معنوی هم دیگه، بالاخره دیگه حالا دیگه العاقل تکفیه الاشاره. اون کس از اهل بشارت که اشارت دارد. شما اهل بشارت، اشارت. خب و کان یقول ما یفعله، کار که انجام میداد میگفت. ها توجه کنید، اون چی که میگفت خودش هم عمل میکرد. بابا این خیلی بده آدم چیزی بگه عمل نکنه. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن بخونید. ای مؤمنین چرا چیزی رو عمل نمیکنید میگید؟ ببین بعدش چقدر بده. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، در نزد خدا خیلی زشت است که چیزی بگی و عمل نکنی. خب یه چیزی هم میگن که نمیدونم، اون خانم آمد پیش پیغمبر گفتش که یه خیلی خرما میخوره، عرض شود خدمت شما که به چه چیزی بگین. فرمودن که من امروز خورما خوردم نمیگم. اینم ساختگی و بسیار حرف بی اساسیه، یعنی خیلی بی اساسه که اجله عوام و کبار جهال با این حرف، با این حرف استشهاد میکنن. این حرف پیغمبر پایین آوردنه. حرف یعنی چی؟ حالا شعر مثلا درست شده رطب خورده نمیدونم من رطب نکنم، این حرف دیگه نزنیم، خیلی بی خود. این حرف هیچ ریشه ای نداره. ده چیزایی هست به مردم تذکر دادم که ممکنه چیزی هم نباشه، حالا بگید این گوش تلخ داره چی میگه، ولی دلم میخواد حرف همون منطقی باشه. از جمله در محرم تشمیه اردن و مجلسی که داریم محرم، گفتم به مردم نماز خونده، حاج خانم قبول باشه، قبول حق باشه. یعنی چی؟ من بدبخت اینقدر مطالعه کردم آخر نتونستم بفهمم، اینقدر ضربه خوندم. این ببین، این الان داره برای شما یه دعا میکنه. و اذا حییتم بتحیه هان فحیوا باحسن منها، بابا اگر تحیتی بود شما بهتر جواب بدین. سلام بگو سلام علیکم، سلام علیکم بگو سلام علیکم رحمت الله. فردوها ولی او ردوها. حالا این آیه تفسیر داره، علال حساب قبول باشه یه تحییتیه، قبول حق باشه. یعنی چی مثلا؟ یعنی مثلا بنابود قبول شیطون باشه مثلا خانم این آقا حاج آقا، حاج آقا قبول باشه، قبول حق باشه. من نمیدونم این چی مزخرفیه، کجا آمده؟ بابا اینو جواب بده، بگو خدا شما را حفظ کنه، انشالله تو هم حوائجت برآورده بشه. قبول حق باشه یعنی چی؟ شما من الان دارم میگم، تا فردا شب مهلت دادم بریم ببینین این تفسیر داره اصلا. قبول حق باشه یعنی چی؟ رتب خورده من رتب نکند، ای داد ویداد. این ریش سفیده هستن گاهی قیافه میگیرن، بعضی حاج خانم های صاحب سجاده گاهی وقتا خدا حفظشون کنه، آقا یک قیافه میگیرن مثل این که الان در وحی نازل میشه. رتب خورده من رتب نکند، یعنی چی این حرف هستن؟ کجاست این حرف؟ رتب یه چیز مباحیه. حالا بچه زیادی خورما میخورد، خب مثلا بعد یه چیز دیگه بهش بگن. مثلا امروز خورما خوردم اثر نمیکنه. نه آقا جون، اون در وقتی است که طرف گناه بکنه. گناهکار اگر از گناهی منع کنه اثر نداره. بله. نه تأثیر نفس نیست. اگر کسی عامل به چیزی باشه
نفسش اثر داره. پس چی شد؟ و کان یقول ما یفعله، کاری که انجام میداد میگفت این آدم، ولا یقول ما لا یفعل، چیزی را که انجام نمیداد نمیگفت اصلا. ها یه نکته اینجا هست، دلم میخواد این نکته رو، گفتم که نهج البلاغه دریای نوره، اما تو را خدا این نکته رو دقت کنید. بنده چیزی نیستم، ادعایی ندارم. ببین یه عمر بازی کردم، ببین کتاب باز بودم، من یکی کفتر باز، منم کتاب باز بودم، هنر نکردم، یه چند تا ضربه مطالعه کردم، اما در این مطالعات ناقابل هنوز از هیچ شخصیتی غیر از امیرالمؤمنین این مضمون را ندیدم. ببینید هیچ جای عالم غیر از امیرالمؤمنین این مضمون گفته نشده. گوش بدید، خیلی جالبه، دلم میخواد خیلی دقت بکنید. این شد و کان اذا غلب علی الکلام الله اکبر، تو را خدا اینه به خاطر بسپارید، به خدا، به خود امیرالمؤمنین دعواها میشه تو خونه ها، خدای نکرده ای بسا تلفات داده حتی رعایت نکردن این نکته. گوش بدید، و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. به به، الله اکبر، اگر در کلام مغلوب میشد ممکن بود یه خوبی یکی چیزی بگه غلبه کنه بر او در کلام، اما در سکوت مغلوب نمیشد. یعنی چی؟ اینه، دقت بفرمید، یعنی عقلش دعوت میکرد او را به سکوت، حالا یک کسی ممکنه اونجا یه چیزی بگه که این سکوتش بشکنه، خب بود، مغلوب شدی، میترسی الان جواب بدی؟ من دیدم گاهی وقتا تو زن شوهرها، حتی من ببخشید یه چیزایی که دیدم نمیخوام تصریح کنم، حالا مادر یا پدر یا حالا هر کس دیگه میاد میگه، عوض اینکه موعظه کنه بگه با هم خوب باشین، با هم بسازین، یه چیزی بهش بگو، میترسی؟ میترسی بذاری بره خونه باباش؟ میگه زن قحطیه. ای وای، ای وای، گاهی وقتا تصادفات پیش اومده، این جوان داره معقول رانندگی میکنه، ببین اومد رفت، تو میترسی، چرا میگی؟ ممکنه اثر بکنه، یه بیشتر با سرعت بره، یه تلفاتی بده. این جمله خیلی زیباست، الله الله. گوش بدید، و کان اذا غلب علی الکلام، اگر در کلام مغلوب میشد لم یغلب علی السکوت، در سکوت مغلوب نمیشد، کی آتش زیرش بندازه که برگرد یه چیزی بگه، ها یه چیزی بهش بگو دیگه، بیترسی، اونم یه چیزی بگه بلند شن با هم دست به یخه بشن. نه، این الان عقلش او را دعوت کرده به سکوت، هر چی هم بگن سکوتش نمیشکنه. الله اکبر، خیلی این جمله زیباست. این شارح یه چیزی گفته، بگم براتون، یشیر به هذا الى انه ربما یضطره الحال الى الكلام فيتكلم. یه وقتی میگه این حال تشخیص میده که اینجا الان حتما باید حرف زده بشه، اضطراری است برای سخن گفتن، ایشون حرف میزنه. اما ولا یضطره حال الى السکوت بل یسکت اختیارا من نفسه. حالا همین حرفا که بنده زدم قریب به این چیزا گفته. ها خب، و کان علی ان یسمع احرس منه علی ان یتکلم. اینم جوانان عزیز گوش بدید، میگه برای یاد گرفتن حریص‌تر از حرف زدن بود. بعضیا حرف زیاد میزنن، اصلا حریصن حرف بزنن، اما یه عده نه، ساکت میشن که چیزی گیرشون بیاد. حرف زدن رو بیشتر دوست دارن، حتی پیش علما رسیده ها. آقا عالم، خب یه دیگه بشین، علامه طباطبایی، آیت الله بهاءالدینی، یه چیزی یاد بگیر. نه، مرتب حرف میزنه، ما یه پیش نماز داشتیم، مادر بزرگی داشتم، اینجوری بود، و اصلا امان نمیدونه. آقا وقت تمام میشونم میگه خب خدا حافظ، خب یه حرف نزن یه خورده. و کان علی ان یسمع،
احرسو، احرسه هم میتونیم بخونیم که اینو خبر قرار بدیم، الا ان یسمع را تعبیر به مصدر بکنیم، از در نحوی اینجوری میشه، یعنی و کان علی السماع، علی السماع بگیم باز مجرور میشه، چیز میشه خبر مقدم میشه. بله اگر ما الا ان یسمع را تعویلم بکنیم میشه مجرور میشه، مجرور که شد خبر مقدم میشه، احرس میشه مبتدا، مبتدای مؤخر باید با رفع خونده بشه، همین طور که خوندم و کان علی ان یسمع احرسو. اگه یک کسی گفت خبر کان است اشتباه کرده، چون خبر کان علی ان یسمع است این تعبیل به مصدر میشه، میشه کان علی سماعه، علی که آمد جار مجرور میشه، جار مجرور که شد جار مجرور میشه خبر چیز مقدم، چون جار مجرور مستقل نمیتونه خبر بشه، باید به یه شبه فعلی فعلی متعلق بشه، داستانش زیاده. الا کل حال من دوست ندارم حرف غلط خونده بشه، ببینا یه حساب کتاب هست دیگه، خود شاهده گاهی وقتا روایت رو غلط میخونن، آیه رو غلط میخونن، من خیلی ناراحت میشم، بدم میاد. خب پدر جان برو اول نحوه صرف بخون بعدم برو منبر، بعد میگم بگی ها بد میگم، بگیم بد بکنه. ادب خیلی خوبه. حالا خدا شاید به منم بده، من ادعای ندارم، ولی بالاخره عزیز من ببینید روایت را درست خوندن، آیات قرآن را درست خوندن، اینا خیلی مهمه. و کان علی ان یسمع احرس منه علی ان یتکلم، میفرماید برای یاد گرفتن حریص‌تر از یاد صحبت کردن بود. حالا صحبت حق دست، بعدن حرف بزن، الان علی‌الحساب یاد بگیر، حالا حرف نزن. خب میگه و کان اذا بدهه امران، بدهه با هی حوز، گوش بدید، یعنی فاجعه، مفاجات چیه؟ یعنی چیزی به ناگهان برسه به آدم. گاهی وقتا دوتا کاره، حالا تو خیالت هست، حالا یه هفته است دو هفته است داری بهت گفتم فکر میکنی، یه وقت هم نه، الان فی مجلس دو تا مسئله پیش اومد، دو تا امر، دو تا پیشنهاد، دو تا مطلب. و کان اذا بدهه امران، اگر دو تا کار به ناگهانی براش پیش میمد، نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه، نگاه میکرد ببینی کدوم از اینا به هوای نفس نزدیک است، با اون مخالفت میکرد. این به هوای نفس نزدیک تره، نه اینو مخالفت کن. چقدر زیباست، سبحان الله سبحان الله. حالا گفتم که امیر المومنین سلام الله علیه نمره میده، دیگران رو دعوت میکنه مثل این باشن، خواهرانم برادرانم دقت کنند، فعلیکم به هذه الخصال فلزموها، بر شما باد یاد گرفتن این خصلت ها، این را داشته باشید، و تنافسو فیها، اصلا در داشتن این صفت ها بر هم دیگر سبقت بگیرید. توجه کردید؟ حالا یکی پیدا بشه بگه آقا آخه من این همه صفت های زیبا رو من چجوری داشته باشم آخر؟ اینو بهش میگن چی؟ میگن دفع دخل مقدر. یعنی آدم میدونه چه مخاطب میخواد یه چیزی بگه، نگفته چی؟ جوابشو میده. گفتم که به شما یه کسی داشته چیزی میخورد تو کوچه میرفت، یکی بهش رسید، این صاحب خوراک به اون گفت خوب میکنم، بخواه ما که به تو چیز نگفتم که، ببین تو میخواستی به من بگی که به منم بده، منم میگم نمیدم، تو میگه چرا، میگم خوب میکنم، من اول گفتم دیگه. این مثال عامیانه ایست، بگن دفع دخل مقدر، ممکنه طرف احساس کنه که مخاطب چیزی داره جلوتر جوابشو بده. حالا اینجا مولایمون امام مهربانمون چه میفرماید؟ آقا ممکنه ما بگیم که آقا قربونت برم، آخه ما این همه صفت رو نمیتونیم داشته باشیم که، آخه ببین از اون اول اینقدر جدی باشیم، مثل شیر، مثل مار وادی،
حرف نزنیم تا بریم پیش قاضی. از کسی دیدیم هیچی نگیم تا عذری از او بشنویم. اینو چند بندی میکنم. یه دردی داشتیم نگیم تا وقتی که خوب بشه. کاری را که انجام نمیدیم نگیم، فقط چیزایی که انجام میدیم بگیم. اگر مغلوب شدیم در کلام، در سکوت مغلوب نشیم. خب برای یاد گرفتن حریص‌تر باشیم تا حرف زدن. اگه دوتا کار به ناگهان آمد، هر کدوم با هوا مخالف نزدیک بود، اونو با اون مخالفت کنیم. آقا یه دریا صفته، من چیکار کنم؟ این همه رو داشته باشم الان؟ خب بله، صلاح داشته باشی. اما آقا چی میفرمد؟ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُوهَا، اگر همه رو نتونستین داشته باشین، دقت بفرمید، فَعْلَمُوا ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، بدانید اخذ کم، یعنی یک کم بگیرید، از یه دونشو بگیرید، دو تاشو بگیرید، اخذ کم بهتر از ترک کثیر است. تو که میگه حالا من که نمیتونم آب از سرم گذاشته اصلا من هیچ کدوم نمیخوام، نه یک کیشم داشته باشی خوبه. همین یه سکوتو یاد بگیر، فرداشم عمل کن. خیلی زیباست، دقت فرمودید؟ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُوا، اگه نتوانستید، فَعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ. بله. بعد امام علیه السلام آخر با یه جمله این بیان رو تمام میکنه و جان ما حرف میزنه، لا اله الا الله، خدا ما تو را نشناختیم، پروردگارا در این شبای رحمت ما را ببخش. لا اله الا الله، خدایا نشناختیم، ای خدا پروردگار. ولو لم يتوعد الله على معصيته، اگر خدا برای معصیت در درس‌های صحیفه یادتون باشه گفتم در خیر میگن وعده، در شر میگن ایعاد. اگر خدا وعده جهنم هم نمیداد برای معصیت کاران در مقابل معصیت که میشه، اگه وعده نمیداد اصلا، یعنی ایعاد نمی کرد، وعده سخت نمیداد، مثلا بگه من جهنم دارم، همونطور که هست در قرآن، اصلا جهنمی نبود، مثلا لکان یجب الا یعصا، حق این بود، واجب این بود که بندگان معصیت نکنند. چرا؟ شکران لنعمته، به خاطر تشکر از نعمتاش. اصلا جهنم نیست، اما حالا خدا با این عظمت این همه نعمت داده، من به خاطر تشکر عبادت کنم. ما خیلی به خدا بدهکاریم. بله، حالا لکان یجب ان لا یعصا شکرا لنعمته من اجل شکر نعمته فانه حقیق الا یعصا لما اسدا من النعم و اجزل من المنن. این شرح رو براتون یک مختصر توضیح بدم، هر تمام شد، این جمله تمام شد. فقط ممکنه گاهی وقتا میپرسن این شرح چیه، من گفتم که من شروح مختلف میارم برای شما که از هر کدوم نکته هایی رو که این داره اون نداره استفاده کنیم. البته نمیخوام بگم این منحصر به فرد، نه، این چاپ شده ولی به ایران نیامده بود، اصلا نبود. من رفته بودم بحرین، خدا مرحمت کرد، اونجا ماه رمضان بود، من بر میرفتم چند سال وقت قبل از این قضايا، بعد نمایشگاه بین المللی کتاب بود، این از یمن اومده بود اونجا، بنده اینو خریدم. عرض شود که این یه شرحی است خیلی زیبا، خدمت شما عرض شود که این آدم تقریبا
آدم عرض شود که 5 قرن مثلا 4 قرن بعد قبل از اینه و اسمش یحیی بن حمزت بن علی الحسینیه. این در بین ادبا چون انتحال چپ نشده بوده به خاطر کتاب اتراز خیلی معروف شده. کتابی داره ایشون به نام اتراز 3 جلده از نفیسترین کتابها در علم بلاغته. علم بلاغت علم بسیار مهمیه، از نفیسترین کتابها در علم بلاغت. من حرفم تمام شد، ضبطم تمام شد، یه چیزی خارج از ضبط میخوام به این جوانان بگم که عبرت بشه. بلاغت گفتم، صلوات بفرستین. خب این دیگه درسمون تمام شد، این خارج از موضوعی میخوام برای شما جوانان بگم که انشاءالله بالاخره با این حرف من قطعا شما شارژ میشین انشاءالله. و حتی پیر مردای مثل من شما هم شارژ میشین، خودم هم میشم، اشکال ندارم شارژ، چه اشکال ما شارژ بشیم، حرام که نیست که. عرض میشه باید خدمتتون که اول از جمله پدرم بگم براتون که خیلی در زندگی من در زندگی بعضی ها خیلی اثر گذاشت. شما میگفت که یادتون باشه که صحبت در بلاغته، چون علی ابن حمزت ابن علی ابن الحسین که گفتم کتاب چی داره؟ چی؟ اتراز 3 جلده. پدرم میگفت من فکر میکردم که این کار میخوام انجام بدم دیگه دیر شده، دیگه نمیشه، سال آینده میدم که نمی شده، حیف نکردم. خیلی خوب، حالا دیگه غفلت کردم، دیگه دیر شد. میگفت سال بعدی میدیدم بازم دیر نشده، میشده، تا چند سال بعد میشده، همه را از دست دادم. یکی هم در بلاغت میخوام یه داستان برای شما بگم، خیلی بود، یکی بود یکی نبود. یه نفر بود در دنیا اسمش سکاکی بود. راجع به بلاغت دوست گوش بدید تا خیلی من از این چیزا خوشم میاد به شما میگم، حالا شاید اینطور باشه. سکاکی میگن یه قفل خیلی کوچیکی ساخت، الان چیز کوچیک ساختن با این علوم مشکل نیست، آسونه، ولی سابق آقا ببین 1000 سال پیش یه قفل اینقدری اندازه ناخن خیلی هنر بود مثلا یکی بسازه. خلاصه میگن ساخت و میگم شاید اینطور باشه اجمالا، شاید بود پیش حاکم اون زمان که هر کس بود، اونم اونجا پاشو که دراز کرده بود خوابیده بود، هیچ تکونم نخورد، بباریک الله پسرم بده دست درد نکنه. بعد دید این حاکم یه دفعه وحشت زده رفت لباساشو پوشید و مثل بچه آدم روزانو نشست. چی شد؟ گفتن یه عالمی داره میاد. ای بابا دن یه شیخ ریشهنایی اومد و این داره برای این اینجوری میکنه. گفت ای نفس ببین خود تو کشتی این قفلو ساختی، یارو پاش هم حتی جمع نکرد، پس بیا برو کسب علم. هیچ نه الف نه به، از الف به شروع کرد. جالب 45 سال، خیلی ها باور نمی کنید. جوانان استفاده کنید از عمرتون. این سکاکی که حالا دور مولا صالح مازندرانی داماد علامه مجلسی، ایشون در 40 سالگی به الف به شروع کرد. قسم می خوره میگه اسم بچه هم یادم می رفت، اما انقدر رفتم خدا بر من منت گذاشت به جایی رسید که بر اصول کافی شرح نوشت که الان مطرحه، مولا صالح مازندران. خلاصه سکاکی در 45 سالگی الان میخواد الف به بخونه عالم بشه. آقا رفت مکتب دید که نمیفهمه، نمیشه، هر چی میگن اصلا متوجه نمیشه. بعد ناراحت شد، سر به بیابان گذاشت، رفت پای کوهی، دید که تخت سنگی در پایین کوه، یه سنگم از بالای کوه مشرف است بر این تخت سنگ، قطرات آب از اونجا ریخته و این تخت سنگ گود شده در اثر این قطره ها. میشه ها؟ یه دفعه به خودش گفتش که
باطن من، قلب من از این صخره که سخت‌تر نیست. بالاخره میرم، منم آخر یاد میگیرم. اومد و یاد گرفت. خدمت شما عرض شود که آقا ایشون اومد عالم شد. بعد از عالم شدن یک کتابی نوشت. الله اکبر، کسی که الفبه بلد نبود، میرفت اونجا الفبه نمیفهمید. خدمت شما عرض شود که این کتاب کتاب نفیسی است که البته مانند این کتاب دیگران هم نوشتن، ولی حالا این کتاب کتابی است که به دایره المعارف مثلا مثل احصاء العلوم مثلا همچین چیزیه. حالا ببینید چه سر صدایی را افتاد. یک بخش از این کتاب یه آدمی که از 45 سالگی به الف ب شروع کرده حالا یه کتابی نوشته، یک بخش از این کتاب مربوط به علم بلاغته. یک نفر به نام خطیب قزوینی پیدا شد، گفت این یه بخش را من تلخیص میکنم، اسم کتاب مفتاح العلومه. تو رو خدا ببین، آدم بخنده گریه کنه چیکار کنه؟ یک آدم بی سواد در 45 سالگی الف بره شروع کرده، به جایی رسیده که کتاب نوشته مفتاح العلوم، یعنی کلید علم ها، کلید دانش ها. یک بخش از این مفتاح العلوم مربوط به بلاغته. اون بخش را خطیب قزوینی تلخیص کرد. آقایون خواهران، به اون میگن تلخیص المفتاح. تفتازانی آمد اون تلخیص را شرح کرد، اسمش گذاشت متول، المتول فی شرح تلخیص. متول یعنی طولانی، از اسمش پیداست. جناب تفتازانی بعد دید که نه، این واقعا طولانی شده و چکار کنم؟ کتاب رو مختصر کرد. الان کتابای درسی رو دست میبرم، من هیچ خوشم نمیاد، اما مؤلف خودش دست ببره عیب نداره. آقا الان کتابای درسی حوزه ها را گرفتن، همینطور بریدن، ناقص کردن که به نظرشون که مثلا من هیچ دوست ندارم این چیزها رو. همه چیز، من که چیزی نیستم، به خدا از دو لبه امام شنیدم، امام فرمود دست به ترکیب کتابای درسی نزنید. حالا مؤلف خودش فیض کاشانی صافی نوشته، تلخیص کرده، اسمش گذاشته اصفا. خب عیب نداره مؤلف خودش این کار بکنه. خلاصه تفتازانی دید که متول خیلی دراز شد، اسم مسماست دیگه، بعد مختصرش کرد، اسمش گذاشت مختصر المعانی. بنده جوان بودم، هنوز ریش نداشتم، و مختصر المعانی را در قم از کسی خوندیم که معروف بود 11 دوره متول گفته بود، یعنی حفظش بود علم بلاغت. خلاصه یک بخش از شعب اعجاز قرآن بلاغت قرآنه. تو قرآن توجه کردید، قرآن ابعاد اعجاز زیاد داره. نمیخوام با این بحث بشم، اخبار از غیب داره، اسرار خلقت رو داره، خیلی چیزا داره. یک بخش از شعب اعجاز قرآن بلاغته. اگر کسی علم بلاغت نخونه، اون شعبه را از اون شعبه محروم میشه. بنابراین متول نوشته شد. حالا بعدن حاشیه بر متول، حاشیه بر مختصر. آقا الان من که باش مادرم حرف میزنم، شاید قریب 70 تألیف در اطراف تلخیص المفتاح درست شد. 70 تألیف در اطراف تلخیص المفتاح. که چی بود؟ یک آدمی که در 45 سالگی به الف به شروع کرده و اون بخش از مفتاح العلوم را تلخیص کرده، اسمش گوشه تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح خطیب قزوینی. 70 کتاب در اطراف این تلخیص تألیف شده تا حالا. چی داره بخوام به شما بگم؟ صبح میشه هیچی، از سحری خوردن که میافتین، نماز صبحتون هم قضا میشه، هیچ چسب کارم میافتین و به دردتونم نمیخوره. حالا فقط من خواستم از این بخش اخلاقیش و این بخش معنویش استفاده کنیم، که پس هیچ وقت نگید من نمیتونم،
شیطان بر زبان میذاره. بعضی شاگردای من هستن که سر درس میگم ما نمیتونیم، میگم شیطان گذاشت بر زبانت. چرا میگید نمیتونم؟ آقا این سکاکی رو من براشون میگم اون وقت. توجه کردید؟ هیچ وقت نگه ما نمیتونیم، هیچ وقت من نمیفهمم. نه عزیز من، همه تون مستعدین، خوبین، متوجه میشین، هیچ وقت مایوس نشین، در هیچ سنی از کسب علم مایوس نشین، چه بالاخره بزرگترین معلم عالم پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم محمد فرمود زگهواره تا گور چی؟ دانش بجوی. این آیین نامه ای ماست، هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نشده. انشالله یاد بگیرین، همیشه شاد باشین، افسرده نباشین. انشالله خدا همتون رو کمک